به خبرهایی از عراق توجه فرمایید. استراون استیونسون رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا طی بیانیه موج اعدام‌ها و نسل‌کشی مردم سنی توسط حکومت مالکی با حمایت رژیم ایران را محکوم و تاکید کرد سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نمی‌توانند نظاره‌گر گسترش این کشتارها باشند. استراون استیونسون گفت نوری مالکی جنگی را علیه مردم خودش به راه انداخته و با حمایت و پشتگرمی اربابان خود در ایران درگیر یک کارزار نسل کشی نظامی علیه جمعیت سنی است، تحت این بهانه که این مردم همگی اعضا یا حامیان القاعده هستند. رئیس هیئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا درباره موج اعدام‌های گسترده توسط دولت نوری مالکی به بهانه مبارزه با تروریسم خاطرنشان کرد سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نمی‌توانند به کناری بایستند و نظاره‌گر گسترش این کشتارها باشند. زمان آن رسیده که به این کشتار وحشیانه توقف بزنیم و آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را به مردم رنج دیده عراق برگردانیم. به گزارش الجزیره یک منبع در بیمارستان فلوجه گفت بر اثر توپباران مستمر شهر فلوجه توسط نظامیان مالکی 7 غیر نظامی من جمله زنان و کودکان کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر در یک تهاجم افراد اشایر مسلح به پادگان نظامیان مالکی در اطراف فلوجه 8 تن کشته و 5 تن به اسارت درآمدند. به گزارش تلویزیون رافده نیروهای مالکی ورودی و خروجی های منطقه آمریه در بغداد را بسته و به طور گسترده‌ای در خیابان‌های آن مستقر شدند. یک منبع از اداره بهداشت انبار گفت که از زمان شروع عملیات نظامی در استان بیش از 650 نفر کشته و مجروح شدند. مدیر بهداشت انبار گفت منابع بیمارستانی در استان 125 کشته و 541 مجروح را در 3 هفته گذشته پذیرفتند. به گزارش تلویزیون رافده نیروهای اشایر به مقر گردان نظامیان مالکی در نزدیکی کارگاه دباغی در گرمه حمله کردند که افراد آن تسلیم شدند. آنها همچنین مرکز پلیس آلبو عبید در رمادی را مورد حمله قرار دادند و سلاح و خودروهای این مرکز را به غنیمت گرفتند. شیخ عبدالستار الالوانی از شخصیت‌های عشیره آلبو الوان به تلویزیون فلوجه عراق گفت همه ما ضد رژیم ایران هستیم، زیرا طرح دستگیری دکتر احمد الالوانی و حمله به الانبار از طرف رژیم ایران و دنبالچه‌هایش در بغداد پیش می‌رود. به مالکی می‌گویم به یاری خدا به خاطر این کار زشتی که در حق مردم استان الانبار مرتکب شدی، تو را به عنوان جنایتکار جنگی و با جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه خواهیم کرد. تلویزیون البابلیه گزارش داد منابع نزدیک به دولت عراق در مورد توافقات مخفیانه تصمیم گیرندگان امنیتی گفتند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس مسئول مستقیم عملیات نظامی در الانبار است و دولت عراق کارش تنها تأمین امکانات لوجستیکی یگانهای نظامی است. دکتر شیخ عبدالعزیز الجمیلی از فلوجه به تلویزیون البابلیه گفت اطلاعاتی به دست آمده است که پاسداران و عوامل رژیم ایران در کوبیدن شهرها دست دارند و این در حالی است که برخی از افسران و کادرهای عراقی دستورات را اجرا نمی کنند.